ولی بریم سراغ علی ابن ابی طالب علیه السلام. پس گفتیم که این آقا تعداد زناش خدمتتون گفتیم، بله، تا رسیدیم به اونجا که و چون علی به مرد از این همه زنان او سه مانده بودن. البته کلفت ها رو نام نمی برد چون مهم نبودن، کلفت ملفت و برده زیاد داشته، چون در حال مرد بودن من با اینا هم خوابیدم، اینا رو معاینه کنم کدوم آبستنه. بله، یکی اسما دختر امیس و دیگر ام البنین و سه دیگر خبله. این ام البنین عرض کردم همون کسیست که حضرت عباس از این هست و شمر دایه ایناست. شمر از این طایفه است دیگه، بنی کلاب. خب و علی را 15 پسر بود، ماشاءالله پسر بود، و از فاطمه حسن و حسین و محسن بود. این ستا بودن، حسن و حسین زنده بودن، محسن چی شده بود؟ به خردی بمرده بود، یعنی به دنیا اومده و صحیح و سالم و مرده بود. این ملعون عمر لگت زده است به شکم فاطمه، محسن در دل فاطمه مرده. آقا اگر در شکم فاطمه بود که اسم نداشت. ببین چقدر این آخونده ما رو تحمیق میکنن. آخه مگه بچه به دنیا نیامده اسمم داره؟ مورخ با شرافت و عالم میگوید و این محسن به خردی بمرده بود و عباس و جعفر و عبدالله و عثمان از ام البنین بودن. اینا بچه ام البنین. پس یکیشون چی بود؟ جعفر بود. عبدالله یکیشون اسمش عثمان بود. خب و عبدالله و جعفر و عثمان به کربلا پیش حسین شهادت یافتن. این عثمان بیچاره خونش به هدر رفت، دمه و هدر اینجاست. چون اسمش عثمان بوده، آخوندهای شیعه هرگز شما شنیدید سر منبر سینه میزنن بگن که آخ عثمان هم کشتن اینا؟ نه. چرا؟ چون بدبخت اسمش عثمان بوده. فقط چون اسمش عثمان بوده پسر علی بدبخت. هیچ اسم خونش رو ببنن، چون اینا کینه دارن با اسم عثمان. مگه میشه اسم عثمان از زبان اینا جاری بشه؟ دکون دارن دیگه اینا، دکان دارن. بله و عبدالله و جعفر و عثمان به کربلا شد و یحیی و اون از اسما بودند و ابو عبدالله و ابو بکر از لیلا بودند و با حسین شهادت یافتند. خب پس یکی از پسرای علی که در روز کربلا شهید شد اسمش ابو بکر بود. چندین بار ولی گفتم بارها هم خواهم گفت تا این آخونده مجبورشم به شما جواب بدم. یک کسی پرسیده بود گفت آقا مگه این ابو بکر و این عثمان بیچاره ها پسر علی نبودن؟ بله بله. گفت که پس چرا، پس اینا شهید شدن یا نه؟ گفت بله. گفت گویی ملائین اصلا جاسوس بودن، گویا جاسوس بودن گویا. دلیل چی مردک؟ خجالت چرا نمیکشی آخون؟ واقعا وقاحت آخون که اصلا دیگه 18 تا اقیانوس اطلس لازم داره. بعد حسابی چی میگی؟ این بچه های علی بودن با برادرانشون شهید شدن، عثمان بوده و ابو بکر. حالا حسین چه حقی داشت این بچه ها رو بکشتن بده؟ اونم از خودخواهی های حسینه. خودت رو میخواد بکشتن بده، بچه های بدبختی برای چه بکشتن بده؟ بچه بعد اینا صغیر بودن. یکیشون اومده بود به میدان، نمیدونم 8-9 ساله بود، اینا بند کفشش هم نتونست ببنده، یه عرب رسید زدی گردنش قد که حسین میخواست شاه بشه. نادان بوده این حسین. اون آقای آیت الله تو کتابش ثابت میکنه که این آدم نادانی بوده، جاه طلب نادان، عصبانی، راه افتاده به حساب 4 تا نامه. خب بله و ابوبکر و عبدالله از لیلا بودند و با حسین شهادت یافتند و سه پسر محمد نام بود. یکی محمد الاکبر و اون محمد حنیفه بود که خیلی مرد بزرگی بوده. این محمد حنیفه قدرم خدمتون گفتم مثلا قابل قیاس نیستن حسن و حسین و اینا با این محمد. بیشوش از دلیری و تقوا محمد حنیفه نظیر نداشت. تاریخ گواهی میده آقا حسن و حسین کاری نکردن که اینا باجی میگرفتن میخوردن میشستن زن میگرفتن از این کارا. کو فضیلتشون کجا بوده ما نفهمیدیم؟ کتاباشون کو؟ تاریخ در باب اینا چه نوشته؟ خب و از خبله بنت جعفر الحنفی و دیگر محمد الاوسط بود
از امامه بنت ابوالعاص و سه دیگر، محمد الاصغر بود از اسماء، بله، و عمر بود از ام حبیبه. پس بنابراین این از جمله پسران علی که 18 نفر بودن یا 17 نفر بودن خدمتتون، بخشی 15 نفر بودن، سه نفرشون عمر، ابوبکر و عثمان نام داشتن. و این عمر طبری توضیح میده که عمری درازی کرد و سالها بزیست و به حدود 85 سالگی فوت شد. سالت میرسیم بشه. خیلی خوب، بله. و سه دیگر خیلی خوب نکتونتون. و چون این علی به مرد، این 14 پسر زنده بودند و علی را 18 دختر بود. ماشاءالله 18 و 15 میشود 33 تا بچه داشته این آقا مرده. با احتساب به این که از هر 5-6 نفری بچه که به دنیا میمد یکیش زنده میماند، child mortality rate یعنی نرخ مرگ و میر بچه ها حساب کنیم، اگر بچه ها علیزه نو بازی 2300 تا میشوند 2300 تا. حالا اینها اعمالش که منجر به بچه شده، این که میگن شب تا صبح که این ذکر خدا میکرد، به نظر میاد شب تا صبح با زنا بر میرفته. این که آقا آدم عاقل که یه ذره مخ داشته باشه 40 تا بچه درست میکنه بذاره بره، که قرار خرج اینا رو بده. شما به من بگو آقا شما خبر ندارید این بیزه های اینها مقدس بوده. جواب آخونده اینه دیگه، بیزه مقدس، بیزه میشه مقدس بشه؟ خب مرد حسابی تو 40 تا بچه برای کی گذاشتی؟ قرار نونخور برای کی گذاشتی؟ کارم که نمی کردی که. چشمت بیت المال بود که یه جا بار بیارن اموال مردم شما بخوریم، 40 تا بچه درست کرد برای چی؟ همه اسماشون اسم مادراشون هم هست. لعنت کنن به معاویه. بابا یه زن داشته دو تا بچه. آدم سیاسی، این آدم سیاسی نبوده. آدم سیاسی که اینقدر تخم ترکه درسته میکنه که بابا جان، که مرد سیاسی یعنی اندیشه حرفا نیست، اینجوری خودش هم نمیتونسته بگیره. خب 18 دختر بود و از اون دختر یکی زینب الکبرا بود و ام کلثوم و این هر دو فاطمه بودن، و دو دختر دیگر رمله نام بود، یکی را رملت الکبرا خواندندی از ام سعید بود و رملت الصغرا و رقیه از ام حبیب. و این 5 دختر از زنان آزاد بودند. یعنی چی زنان آزاد بودند؟ یعنی بردم داشت، بردای زن این علی، که نام مادرشان معروف بود. و 13 دختر از مادر فرزندان بودند و نامهایشان معروف است، امهانی و میمونه و زینب و صغرا و زینب و کبرا و فاطمه و امامه و خدیجه و ام سلمه و ام لشکر و ام جعفر و جمانه و نفیسه. و چون علی به مرد این همه زنده بودند و یکی دختر بود او را، این از این همه کهتر از همه که نام او جمانه از بنت امرالقیس الکلبی و 3 ساله بود. و چون علی بنشستی او به میان مردمان بیرون آمدی و بر کنار علی بنشستی و زبانش اندر گشتی. یعنی زبانش میپیچید این دختر بچه کوچولو زبان برسه. از بنی کلب بود، کلب یعنی سگ، بنی کلب اشکالی نداشته، سگ محترم بوده بابا جان. بعد همین علی عرض میشود که مأمور کشتن سگای مدینه میشه بیچاره. خب از بنی کلب بود و زبانش اندر گشتی بر لام، یعنی لام رو نمیتونست تلفظ بکنه. چون لام خواستی گفتن زال گفتی، و چون گفتندی که مادرت از کدام قبیله است، خواستی که گوید از کذب، از کذب گفتی، یعنی دروغ، کذب البته. پس بدان خوردی دانست آن خطاست، و از پس آن چون گفتندی مادرت از کدام قبیله است، نه کذب گفتی و نه کذب گفتی، وو 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 یعنی کذب، و او را از سگ عبارت کردی و مردمان عجب داشتندی. این چنین فتنت و ذهن از کودکی، یعنی بچه خیلی باهوشی بود، در 3 سالگی میفهمید کز چیز بدی، چون زبانش هم زبون بسته نمیگشت، میگو هو 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 یعنی بنی کرد. و از این همه دختر که از پس علی به مان نسل فرزندان بسیار بودن، و از پسران او 5 پسر را نسل بود، از حسن و حسین و محمد بن حنیفه و از عباس و از عمر، و عمر از همه بیشتر یا عمر بیشتر یافت و او 85 سال بزیست. بله خب، بله، فکر کردم کافی باشد امروز که بدانید پس این علی ابن ابی طالب علیه السلام شب تا صبح به عبادت مشغول نبوده،
یه نماز تندی میخونده و مشغول کارهای دیگه میشده. میشه مگه همچی چیزی؟ مرد سیاسی، آدم فاضل، آدم همچی چیزی که هر اینقدر تخم ترکه درسته میکنه که بابا جان که پس خیلی چیزها رو ذهن ما ساخته. اینا هم آدم بودن مثل من و شما و دیگران، عیبهای آدمها رو داشتن، نقصهای آدمها رو داشتن. اینها از کنند که هیچ کدام ملکوت و این حرفا نبوده بودن.